با عرض درود و سلام خدمت شما بینندگان عزیز، من محمد ثانوی در خدمت شما هستم با سری برنامه هایی به نام بحران های زندگی و کتاب مقدس. خب ما در جلسات پیش راجع به بحران ها صحبت کردیم، چطور میتونیم با کتاب مقدس، با اصولی که خدا در کلامش گذاشته، ما با بحران ها روبرو بشیم. در جلسات گذشته ما راجع به یکی از شخصیت های کتاب مقدس که واقعا زندگیش میدان جنگ بود، از همون زمان کودکی، شخصی به اسم یوسف، چطور با مشکلات دست و پنجه نرم کرد، چطور با مشکلات روبرو شد و عکس العمل یوسف در زمان مشکلات ما دیدیم که چه برکت هایی نه تنها برای شخص خودش، برای خانواده، برای جامعه آورد. ما امروز میخواییم راجع به یه شخص دیگه در کتاب مقدس صحبت کنیم و همونطور که خدمتون عرض کردم در گذشته، سعی میکنیم یه خانوم و یه آقا رو استفاده کنیم. الان میرسیم به خانوم و این شخص کسی نیست جز خانوم روت که کتابی هم به اسم ایشون هست در عهد عتیق به اسم همون روت. این زندگی روتو که ما اگر نگاه کنیم میبینیم که داستان خانوادهی پر رنج و درده، داستان زنیه که البته نه خودش، مادر شوهرش نئومی، داستان زنیه که در زمان سختی از خدا دور شد، ولی با اتفاقاتی که توی زندگیشون افتاد دوباره به سوی خدا برگشت. داستان روت ما میتونیم اینطور عنوان کنیم، داستان زنیه که آنچه که میخواست و به دست نیاورد، اما آنچه که خدا براش میخواست و به دست آورد. ما در آیه 1 میخونیم، میفرماید که در ایامی که داوران حکم میراندن در سرزمین اسرائیل قحطی شد، پس مردی از بیت لحم یهودا با همسر و دو پسرش به دیار موآب رفتند تا در آنجا غربت گزیند. نام آن مرد علی ملک و نام همسرش نئومی و پسرانش محلون و کلیون نام داشت. ایشان افراطیانی از بیت لحم یهودا بودند. پس ایشان به دیار موآب رفته در آنجا ماندند. علی ملک که پدر خانواده باشه، اسم ایشون به معنی خدا مالکم. خانم نئومی به فارسی میشه شیرین، دلپسند. پسراشون محلون به معنی مریض، کلیون در حال مرگ، که احتمالاً این اسامی که این والدین برای اینا گذاشتن احتمالاً یه مشکلاتی توی جسم این دوتا بچه بوده. اما جالبه که وقتی نگاه میکنیم علی ملک، کسی که میگه نامش اینه خدا مالک منه، میبینیم در طول زندگی چنین کاری رو نکرد، به خدا اطمینان نکرد، به خدا اعتماد نکرد. عنوان میکنه در زمانی که داوران بودن در سرزمین اسرائیل قحطی شد، بحرانی که توی زندگیشون اومد. حالا صحبت سر اینه که این بحران چجوری اومد توی زندگی اینها؟ آیا این بحران هایی که توی زندگی یه ایماندار میاد توسط خدا نقش ریزی شده یا عوامل طبیعی و خدا هیچ دخلی در این کارها نداره؟ خب اگر ما به کتاب تثنیه نگاه کنیم، در کتاب تثنیه 23 آیه 3 الی 6 براتون قرائت میکنم. خداوند در تثنیه باب 23 آیه 3 الی 6 میفرماید که هیچ امونی یا موآبی نباید به جماعت خداوند داخل شود،
حتی تا پشت دهم نیز احدی از ایشان نباید هرگز به جماعت خداوند داخل شوند، زیرا آنگاه که از مصر بیرون می آمدید در راه از شما با نان و آب استقبال نکردند. خب خدا در اینجا عنوان کرده بوده وقتی که قوم مستقر میشن در سرزمین کنعان، آن عنوان میکنه که شما به هیچ وجه با این قوم، با این طایفه وصلت نکنید، دختر بهشون ندید، دختر ازشون نگیرید، معاشره نکنید، فقط به یه دلیل، به خاطر اینکه اونا بت پرست بودن، خدای کتاب مقدس رو نمیپذیرفتن، خدای کتاب مقدس رو رد میکردن. و ما این مسئله رو می‌بینیم در عیسی مسیح این دیوار جدایی ها برداشته شده و کسانی که ایمان به عیسی مسیح میارن وارد قوم خدا شدن، وارد جماعت خدا شدن. اما جالبه که به محض اینکه اینجا آشوب میشه، به محض اینکه اینجا مشکلات پیش میاد، آقای علی ملک به سوی سرزمین ممنوعه میره، جایی میره که نباید قدم بگذاره. حالا در همین کتاب داوران ببینیم، در کتاب داوران فصل 2 آیه 11 کلام خدا چه میفرماید؟ کلام خدا میفرماید بنی اسرائیل آنچه را که در نظر خداوند بد بود و به جا آوردن و بعلها را عبادت کرده بودند، بتها رو، ایشان یهوه خدای پدرانشان را که آنان را از سرزمین مصر بیرون آورده بود ترک کرده و خدایان غیر را از میان خدایان اقوامشان، اقوام پیروانشان پیروی کردند، آنها را پرستش نموده خشم خداوند را برافروختند. خدا منعشون کرده بود که این کار را انجام ندن، ولی خیلی راحت یواش یواش اینا بت‌های محیط اطرافشون رو آوردن، توی خونه هاشون جا دادن. خدا عصبانی شد، آری آنان خداوند را ترک کرده، بلها اشتاروت را عبادت کردند. پس خشم خداوند بر اسرائیل افروخته شد، ایشان را به دست تاراجگران سپرده که تاراجشان کنند و ایشان را به دشمنان پیراونشان فروخت، به گونه ای که دیگر نتوانستند در برابر دشمنان خود بایستند. بعد ادامه میدی که قارتشون هم کردن. پس عزیزان، وقتی که قوم خدا از خدا دور میشه، سرپیچی میکنه، یواش یواش خدایان اطرافیان رو میاد پرستش میکنه، خدا اجازه داره که هر کاری میخواد با قوم خودش انجام بده. دقیقا مثل پدر، پدر مسئول رفتار فرزندشه. و در اینجا ما داریم میبینیم که در جاهای دیگه کتاب مقدس عنوان میکنه که هر موقع قوم خدا دور شد، برکت از زندگیشون بیرون رفت و خدا قومهای اطراف رو آورد که اونا رو سرکوب کنن، به بردگی فروختنشون، غارتشون کردن، قحطی اومد، سیل اومد و بلاهای دیگه. حالا آیا امکان داره که قحطی که در سرزمین اسرائیل اومده در اون زمان، آیا به خاطر داوری از طرف خدا بود؟ بله، امکان داره، امکان داره که این اتفاق بیفته. اما موضوع اصلی اینجاست که آقای علی ملک وقتی که دید سختی تو زندگیش داره میاد، به جای اینکه بر روی اصول کتاب مقدس بیسته، دید که سرزمین دیگه، دیار موآب، گویا اونجا نعمت فراوونه، کوچ کرد رفت اونجا. صحبت من، سوال من از شما، خواهر من، برادر من اینه: زمانی که مشکلات توی زندگیمون میاد، زمانی که مشکلات به سراغ شما میاد، شما چه کار میکنید؟ آیا دست از خدا میکشی و به سوی خدایان اطرافت میری؟ دست از خدا میکشی و کارهایی که خدا گفته انجام نده انجام میدی؟ گویا برای آقای علی ملک همین اتفاق افتاد. غلاطیان میفرماید، غلاطیان فصل 9
لحاظا از انجام کار نیک خسته نشویم، زیرا اگر دست از آن بر نداریم در زمان مناسب محصول را درو نخواهیم کرد. خدا برای قوم خودش بعضی وقتا زمینه رو طوری فراهم میکنه که سختی، مشکلات وارد زندگیشون میشه و میخواد توسط اون مشکلات ما رو به خودمون بیاره. در اون زمان ها ما باید مواظب باشیم چه تصمیماتی داریم میگیریم. این مشکلات برای بیداری ما بوده، این مشکلات برای آزمایش ایمان ما بوده، این مشکلات بعضی وقتا برای این بوده که ما دوباره بیایم توی خط اصلی، مسیری که خدا برامون تعیین کرده، اصول کتاب مقدس قرار بگیریم. ولی چون میبینیم عرصه تنگ شده، ما مسیر رو کاملا دیگه عوض میکنیم، که متاسفانه برای این عزیزان همین اتفاق افتاد. ببینیم کلام خدا در عبرانیان فصل 11 در مورد موسی چه میفرماید. به ایمان بود که موسی هنگامی که بزرگ شد نخواست پسر دختر فرعون خوانده شود. توی دربار بزرگ شده بود ولی نمیخواست پسر دختر فرعون خونده بشه و او آزار دیدن با قوم خدا را بر لذت زودگذر گناه ترجیح داد و رسوایی به خاطر مسیح را با ارزشتر از گنج‌های مصر شمرد، زیرا از پیش به پاداش چشم دوخته بود. به ایمان بود که او بی آنکه از خشم پادشاه بهراسد مصر را ترک کرد، زیرا آن نادیدنی را همواره در برابر چشمان خود داشت. موسی وقتی که دید چه مشکلاتی داره میاد، اصلا براش ارزشی نداشت که آیا پستش و مقامش و آسایشش و ثروتش و کنیز و غلام و تمام دفتر کاریشو داره از دست میده. براش مشکل نبود. ایشون یهو از کاخ اومد رفت روی کوه. موقعی که با توی دربار زندگی میکرد، با عطر و عطرکلون میومدن ایشون رو ترتمیز میکردن، حالا رفته توی بیابون برای سالها با گوسفند و بز و اینجور چیزا داره سر و کله میزنه. و کلام میگه که با اینها زندگی کردن و به اون زندگی که در گذشته داشت ترجیح داد، چرا که مسیر و اراده خدا نبود. شما چه کار میکنید در زمانی که مشکلات در دو زندگیت میاد؟ آیا نفع خودتو طالب هستی یا اینکه به سوی اراده خدا میری؟ عزیزم، در آیه ادامه آیه میفرماید که فصل آیه 3، اما علی ملک شوهر نعومی درگذشت و او با دو پسرش باقی ماند. رسیدن به اون دیار موآب و چیزی نذاشت که نعومی شوهرش رو از دست داد. شوهرش رو از دست داد و او با دو پسرش باقی ماند. آن پسران زنان موآبی برای خود گرفتند که نام یکی اورپه و نام دیگری روت بود. ایشان نزدیک به 10 سال در آنجا زندگی کردند. اول وقتی که قحطی شد، قحطی که خدا توی سرزمین قرار داد، برداشتن رفتن به سوی مملکتی که نباید میرفتن، به سوی بت پرستا، اونجا ساکن شدن. دوم رفتن اونجا و برای پسراش از زنهای بت پرست دختر گرفتن و با اونا وصلت کردن. بله، قدم اول به سرزمینی رفتن که نباید میرفتن. قدم دوم دختر از قومی گرفتن که نباید میگرفتن، چرا که ایماندار نبودن. ببینیم کلام خدا در این مورد چه میفرماید. اول پادشاهان فصل 11، اما سلیمان پادشاه سوای دختر فرعون زنان اجنبی بسیاری از موآبیان و امونیان و ادومیان و قوم های دیگه برای خودش گرفت. حالا اجازه بدید ببینیم چه اتفاقی افتاد. و از همان قوم ها که خداوند درباره آنها بنی اسرائیل را فرموده بود که نه شما با ایشان وصلت کنید و نه ایشان با شما، زیرا به یقین دل شما را به سوی پیروی از خدایان خود برخواهم گردانید. خدا داره دستور میده قربون شکلت که با دیگر قوم ها که مذهبش
دینش چیز دیگهش میگه ازدواج نکن، چرا که بعدا دل شما رو به طرف خدایان خودشون میکشونه. و در مورد سلیمان ادامه فصل 11 اول پادشاهان، آری در زمان سالخوردگی سلیمان زنانش دل او را به پیروی از خدایان غیر برگردانیدن و دل او دیگر همچون دل پدرش داوود با یهوه خدایش کامل نبود. چرا نباید این کارو کرد؟ به خاطر اینکه یک مؤمن به کتاب مقدس باید اصول کتاب مقدس رو حفظ کنه، خدای کتاب مقدس رو پرستش کنه، خدای دیگه رو نپرسته. و وقتی که شما دختر میگیری یا دختر میدی، مطمئن باش یواش یواش دل شخص از طرف خدا دور میشه. بله اگر از قوم دیگه ایماندار هست هیچ مشکلی نیستش، باید ایماندار باشه و سلام. اما این کارا رو انجام داد. شما نگاه کنید در همین دو سه آیه اول، ظرف مدت کوتاهی، البته از نظر زمانی 10 سال طول کشید، خانم نئومی، این شیرین خانم ما، رفتش که مملکتش بهتر، وضعیتش بهتر بشه، آبادتر بشه. شوهرشو از دست داد، یک، دو تا پسراشو، آیندهشو، زندگیشو از دست داد. و خود خانم نئومی با خانم اورپه و روت شدن 3 تا بیوه زن، 3 تا ناامید، 3 تا بدون سرپناه، 3 تا که بی کس و کار و نمیدونستن واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا شما مثل نئومی یا روت مثل اورپه توی چنین موقعیتی قرار گرفتی که نه راه پس داری نه راه پیش؟ اون چیزی که فکر میکردی نقشه کشیدی برای خودت، یهو با یه مریضی، با یه دگرگونی نقشه براب شد. عزیزان من، یادمون باید باشه که ما نباید اجازه بدیم که اتفاقاتی که در طول زندگی داره رخ میده زندگی ما رو هدایت کنه. ما باید تصمیم بگیریم که باید چه کار کنیم. ما زندگی یوسف رو دیدیم. یوسف اجازه نداد که حسادت برادراش یا اینکه بیوفایی اون ساقی و یا حتی اون خیانتی که زن فوتیبار انجام داد بیاد مسیر زندگیش رو عوض کنه. نه، مسیر زندگیش براش مشخص بود، جلب رضایت خدا. اما در زندگی نئومی متاسفانه ما داریم میبینیم نه، اتفاقات زندگی داره رهبری میکنه زندگیشو، نه خدا. به خودمون نگاه کنیم، به زندگی هامون نگاه کنیم، واقعا سرپناه ما در چنین مواقعی کی هست؟ مزامیر 16 آیه 1 میفرماید خدایا مرا محافظت فرما زیرا که در تو پناه جستم. خداوندا گفتم توی خداوندگار من، جستو مرا چیز نیکویی نیست. و اما مقدسینی که بر زمینن، آنانن والا مرتبانی که همه خوشی من در اینجاست. غمهای کسانی که در پی خدای دیگر میشتابد بسیار خواهد شد. هدایای خونی ایشان را نخواهم ریخت و نامشان را بر زبان نخواهم آورد. خداوندا توی نصیب مقرر و پیاله من، تو سهم مرا نگاه می‌داری. حدود من به جاهای دلپذیر افتاده است، میراثی دلپذیرتر به من رسیده. ما در مشکلات به کدوم سو می‌ریم؟ یا اصلا اجازه می‌دیم که مشکلات بیاد مسیر زندگی ما رو تغییر بده؟ بعضی وقتا مشکلات به صورت آزمایش‌ها توی زندگی ما داره میاد، وسوسه نیست بلکه آزمایشه. خب اتفاق افتاد، حالا باید چی کار کنیم؟ همه کسیمون رو از دست دادیم، شوهر از دست رفت، بچه ها از دست رفت، خانم نئومی موند و خودشو دوتا عروساش. و میاد به عروساش میگه که عزیزان من، من پیرم، تا اینکه بخوام، اگر بخوام ازدواج کنم بچه دار بشم و شما بخوای با پسرهای، اگرم پسر باشه و شما بخوای با پسرهای من ازدواج کنی، دیگه گذشته،
به رسم قدیم که معمول بوده که وقتی که برادری فوت میکنه وظیفه برادر دیگه بوده که همسر برادر متوفیشو بگیره. میگه بس شماها برید خونهتون، برید دنبال کار و زندگیتون، برید خونه پدریتون. و خیلی جالبه که در اینجا اورپه و روت هر دو شروع میکنن به گریه کردن. یادتون باشه که این دوتا از قوم بت پرست اومدن. خانم اورپه گریه میکنه و برمیگرده به دوران گذشته خودش. شوهرش رو از دست داده، امیدش رو از دست داده، دنیا برای سیاه شده. تنها چیزی که توی ذهنش مونده خاطرات شیرینه، خاطرات شیرینی که با همسرش داشته، خاطرات شیرینی که با خانواده خودش داشته، دوران کودکی جوونی، و ترجیح میده به گذشته خودش برگرده. اما رود کار دیگه ای انجام میده، گریه میکنه، اما به جای اینکه به گذشته برگرده با چشمان گریون به آینده نگاه میکنه، آینده رو میاد برای خودش میسازه. ما وقتی که در مشکلات قرار میگیریم، وقتی که درد و بدبختی ها زیاد میشه که اشک ما رو در میاره، ما دو راه داریم: با چشمان گریون به گذشته برگردیم یا در گذشته در جا بزنیم، یا اینکه با چشمان گریون به سوی آینده بریم، به امیدها، وعده ها، چیزهایی که خدا در کلامش به ما گفته، به سوی اون بریم، تا اینکه بشینیم فقط زانوی غم بغل کنیم. این دیگه انتخاب با ماست. در همین فصل 1 آیه 16 میفرماید: اما رود پاسخ داد، اصرار مکن که ترکت کنم و از نزدت بازگردم. هر کجا که بروی می آیم و هر جا که منزل کنی منزل می کنم. قوم تو قوم من، خدای تو خدای من. هر جا که بمیری می میرم و همانجا دفن می شوم. خداوند مرا سخت مجازات کند اگر حتی مرگ مرا از تو جدا سازد. یک فرد از خانواده بت پرست داره این حرفو میزنه. میتونید عزیزان این چیزی که روت داره به مادر شوهرش داره میگه. ببینید الان که شوهر فوت کرده، هیچ قانونی نمیگه بعد این اینجا بمونه. میتونه بره دنبال کار و زندگیش. مجبور نیست که بمونه. این مطلبی که روت عنوان کرد، اگر شما در مجالس عروسی های مسیحی ها برید، اینو عروس خانم به داماد میگه، که میگه من خانوادم رو برای تو ترک میکنم، قوم تو میشه قوم من، خانواده تو میشه خانواده من. اما اینجا این عروس داره به مادر شوهرش که شوهری وجود نداره داره میگه. چه رابطه عمیقی این روت با مادر شوهرش داره. این داره نشون میده که این دختر اون دلبستگی ها وابستگی ها رو در اون عهدی که در روز ازدواج به همسر خودش داده هنوز حفظ کرده. ما خودمون دیدیم دیگه توی دوستان و آشنا، وقتی که اتفاقی میفته عروس که رفت دیگه رفت، انگار که نه انگار، ولی تعهدش رو نسبت به مادر شوهرش حفظ میکنه. من و شما هم باید به همین طور باشیم. اون دوستی هامون، تعهد هامون نسبت به اطرافیان ما باید دائم حفظ کنیم. خب کاری که انجام میدن خانم روت و خانم نئومی، با همدیگه برمیگردن به سوی شهر خودشون میرن. شهر خودشون کدوم شهره؟ بیت لحم. امروز در حال حاضر شهر بیت لحم یه چیزی حدود 500 هزار تا جمعیت بیشتر نداره، خیلی کوچیکه. اما در اون زمان طبق تحقیق باستانشناسان عنوان کردن در اون زمان یه چیزی حدود شاید 200 نفر 300 نفر جمعیت تو اون شهر بوده. شهر بسیار کوچک، و برای همین هم موقعی که قحطی اومده اینا از اونجا اومدن بیرون. وقتی که وارد شهر میشن همه متعجب از کاری که اینها دارن انجام میدن. اجازه بدید من براتون بخونم. مردم میان و
و میگن که خانم نعومی، یا اگر یادتون باشه اسمش شیرین خانومه، شیرین خانوم دیگه چه خبر؟ میگه به من نگید شیرین، به خاطر اینکه زندگی من تلخه، به من بگید تلخ. من دست پر از اینجا رفتم، خودم و سه تا دو تا بچه هم، سه نفری چهار نفری رفتیم، ولی الان دست خالی برگشتم، دیگه هیچی ندارم. و با سن بالایی هم که داره هیچ امیدی براش نیست که اسم و نسبی از خودش باقی بذاره. به من نگید شیرین خانم، بگید به من تلخ. حالا اومدن اونجا عصبانی، دست از پا دراستر، حالا من چه کار کنم، چه خاکی تو سرم بریزم. ببینید آنچه که از دست ما رفته یا از دست رفته ها نباید زندگی شما رو تعریف کنه. از دست رفته ها، شکست ها، عدم موفقیت ها، هر چی که توی زندگیتون بوده نباید شما رو تعریف کنه. همین موقعیت رو ما در داستان یوسف دیدیم که به هیچ وجه اون شکست های زندگیش تعریفش نکرد. عکس العمل شما نسبت به اون شکست ها شما رو تعریف میکنه. داستان هر انسان بر مبنای نوع پاسخش به زمان وقوع حادثه تعریف میشه. من و شما همچون بازیگرانی در این نمایشنامه زندگی داریم نقش بازی میکنیم. نمیدونیم دقیقه بعد، نمیدونیم اون صحنه بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. فقط باید بدونیم که ما باید نقشمون رو به نحو احسن ایجاد بازی کنیم. ما میتونیم در اجرای نقش عالی خودمون در صحنه های بعدی بهتر و موفق تر باشیم. نحوه بازی کردن به ما بستگی داره. خانم رود و نعومی تمرکزشون فقط روی شکست های قبلی نبود، بلکه به آینده نگاه کردن. نشستن با خانم های دیگه دائم تعریف کنن که چه اتفاقی افتاده، نشستن دور هم دیگه یک سره زانوی غم بغل کنن و بگن ما اینجوری بودیم، خدا با ما این کارو کرد. به هیچ وجه، برای که فقط به آینده نگاه کردن تا آینده رو بتونن بسازن. اگر شما به بله نگاه کردیم دیگه، فصل اول زندگی نعومی و روت وقتی نگاه کنید، ما فکر میکنیم این داستان داستان شکست هاست، ولی برعکس، زندگی نعومی و روت زندگی بازآفرینیه، بازسازیه، احیا کردنه، نه فقط شکست ها. در زندگی ما به چی نگاه میکنیم؟ به شکست ها، به بدبختی هامون، به بحران هامون، یا اینکه میتونیم به آینده خوش امیدوار باشیم و زندگی خودمون رو مجدداً احیا کنیم. ممنون که همراه ما بودید. با امید خدا ادامه زندگی روت رو در جلسه بعدی خواهیم داشت. فیض خداوند همراه شما باشه. خدا نگهدار.